به نام خدا، عرض سلام. این دومین ویدئویی هست که در رابطه با موضوع حادثه تروریستی کرمان دارم ضبط میکنم. ویدئوی اول رو حتما بچه ها ببینید. نکته‌ای که توش گفتم لازمه به هر کسی که فعال رسانه‌ای هست یا اگر کسی میخواد در رابطه با این موضوع حافظه تاریخی خودش رو در واقع لایه‌بندی بکنه و بدونه که چطور میتونه تحلیلی رو در این رابطه انجام بده، نیازه که اون ویدئو رو ببینه. اما با توجه به التهاب رسانه‌ای که در بین برخی از فعالین رسانه‌ای ایجاد شده و یک سردرگمی که در فضای رسانه‌ای برای برخی از فعالین ایجاد شده، در این فضا ما چه باید بکنیم در قبال حوادث تروریستی مثل کرمان و نظیر اون؟ چه کاری از دست ماها برمیاد؟ چه کار باید انجام بدیم؟ میخوایم راجع به این موضوع یک صحبت کوچیک با هم دیگه داشته باشیم. ببینید بچه‌ها، ترورها به دو صورت انجام میشه دیگه. یا ترور برای در واقع هدف قرار دادن یک فرد هست، و یا ترور برای هدف قرار دادن عام مردم، یک جمعیتی. اینها متفاوته. هدفها و هدف گذاری هایی که بابت این دو نوع انجام میشه دو راه جدا رو به ما نشون میده. وقتی که یک فرد میخواد در واقع عملیات تروریستی روش انجام بشه، خب اهداف خاص خودشو داره، یا باید حذف بشه بابت اقدامی که انجام داده، یا باید حذف بشه بابت در واقع خطری که برای یک سیستم داره، حالا اون مسائلی که درش وجود داره دیگه. اما وقتی عام مردم مورد هدف قرار میگیرند، خواست اصلی در واقع تروریست ها این نیست که فقط مردم رو از بین ببرن، بلکه یک ایجاد موج دلهوره و یأس و ترس در جامعه خواست اصلی کسانی است که اقدامات تروریستی رو انجام میدن. پس وقتی اقدام تروریستی با هدف عام انجام میشه، باطل و سحر این هدف اینه که شما آرامش خودتون رو حفظ بکنید. باطل و سحر این هدف اینه که شما با تدبیر، با حوصله و با صبر و با دقت مسائل رو بررسی بکنید، تحلیل ها رو بررسی بکنید و به جامعه مخاطب خودتون برسونید. در وقوع چنین حوادثی، وقتی دشمن عام مردم رو مورد هدف قرار میده، شما باید به استراتژی ترس دشمن، به استراتژی یأس‌آفرینی دشمن، به استراتژی دلهره‌آفرینی دشمن حمله بکنید. با انگشت اتهام بیهوده گرفتن به این سمت و اون سمت تنها راه رو برای بازار شایعات باز می کنید. با توجه به حجم عظیمی از شهادت هموطنانمون در کرمان و این حجم عظیمی از مجروحان که بر دست ایران گذاشته شده، تا همین لحظه هیچ گروه تروریستی جرأت گردن گرفتن این قضیه رو نداشته. شما می بینید در رژه اهواز وقتی که این اقدام تروریستی انجام میشه، یک در واقع گروهی اعلام میکنه که من این کار رو انجام دادم. اما تا همین لحظه، تا همین الان، هیچ گروه تروریستی با توجه به حجم بالای تلفاتی که انجام شده، جرأت گردن گرفتن این اقدام رو نداشته. پس این مسئله، همونطور که در ویدئوی قبلی هم ذکر کردم، هنر جامعه اطلاعاتی ایران رو میطلبه که باید بررسی های دقیق خودشون رو انجام بدن، تحلیل هاشون رو انجام بدن، سرنخ ها رو در واقع دنبال بکنن و ببینن که کسانی که این داغ رو بر دل ایران گذاشتن چه کسانی بودند و اقدامات مختص این قضیه در واقع طراحی بشه و اعمال بشه. این رو حواستون باشه. با انگشت اتهام بیهوده به این سمت و اون سمت گرفتن، با ایجاد یأس در بین مخاطبین خودتون، با دمیدن بر احساساتی که الان در واقع قلیان احساساتی که داره صورت میگیره، هم قابل احترامه، هم قابل اجره. به هر حال یک حادثه‌ای برای هموطنامون رخ داده و همه ما بابت این قضیه ناراحت هستیم. اما اون چیزی که از خواص رسانه‌ای انتظار میره اینه که در وقوع چنین شرایطی، اول از همه با حفظ در واقع خونسردی خودشون حادثه رو پیگیری بکنن، و بعد که اخبار حادثه رو پیگیری کردن، اون رو تحلیل بکنن و بهترین اثر رو بر روی مخاطب خودشون بذارن. اگر شما دچار التهاب احساسات باشید، دچار غلیان احساسات باشید و نتونید غلبه بکنید بر احساسات فوران کرده، چطور میخواید مخاطبین خودتون رو به یک سرمنزل درست هدایت بکنید؟ انرژی مخاطب خودتون رو به سمتی ببرید که نیاز باشه برای فضای جامعه. نمیتونید دیگه. پس این انگشت اتهام به سمت این و اون نشانه گرفتن ها رو بگذارید کنار و اجازه بدید که دوستانتون و فرزندانتون در جامعه اطلاعاتی کشور کارشون رو انجام بدن، بررسی‌هاشون رو انجام بدن، با توجه به حجم بالایی که
در واقع تلفات این اقدام بزدلانه داشته، قطعا اونها بیشتر از من و شما هم در فکر هستند، هم ناراحت هستند، هم باید در واقع به دنبال مأموریت پیدا کردن سرنخهای این قضیه باشند. و در این 40 و اندی سال نشان داده شده که جامعه اطلاعاتی ایران مردم ایران رو عزیزتر از جان خود و خانوادهشون میدونن و مطمئنن الان هم دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در حال فعالیت هستند. اجازه بدیم تبیین بکنیم الان دشمن شروع کرده. ببینید ساعت 3 این اتفاق میفته، ساعت 3 بعد از ظهر این انفجارها صورت میگیره و دقیقاً از ساعت 3:30 تا به این سو تا همین الان دشمن به اصطلاح کارشناسان خودش رو، کارشناس رسانه‌ای، اما در اصل سربازان رسانه‌ای خودش رو به خط کرده و خطوط رسانه‌ای مختلفی رو علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، علیه آرامش این مردم، اعتماد این مردم به خط کرده و در حال فعالیتن. هر فعال رسانه‌ای، هر کسی که مخاطبی داره، اگر میخواد اقدام مؤثری انجام بده، آمار و اطلاعات رسمی، محرمانه، سرنخ‌ها، اینا رو که من و شما خبر نداریم و گمان زنی‌های بیهوده وقت تلف کردن هم خواهد بود و انرژی مخاطب رو خواهد گرفت و مخاطب رو بدبین خواهد کرد و فرصت رو برای دشمن ایجاد میکنه که خط شایعات رو در جامعه بیشتر بکنه. پس در یک چنین فضایی، در یک چنین اوضاع ملتهبی، بهترین کار اینه که خط رسانه دشمن رو خونسا بکنید. در وهله اول ببینید ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی، رادیو فردا، ایندیپندنت فارسی، رسانه‌های متعدد و مختلف به خط شدن برای از بین بردن آرامش روانی جامعه. شایعات رو دارن درش میدمند، بدبینی ها رو دارن ایجاد میکنند. تبیین بکنیم ماجرا رو و گمان زنی هم نکنیم تا زمانی که مشخص بشه که در واقع چه گروه بزدل و ترسوی بودی که انتقام خودش رو از کودکان و مردم ایران گرفته. بی جگرها جگر حمزه به دندان گیرند، انتقام احد و بدر ز طفلان گیرند.